صبح امروز با یک ساعت اختلاف و در دو نوبت اتومبیلی به سمت یک ایستگاه اتوبوس در شهر مارسی حرکت کرد. در ابتدا ساعت 8:30 فردی را به شدت مجروح نمود و بار دوم در ایستگاه و محله دیگر یک خانم 42 ساله را به قتل رساند. تحقیقات میگوید راننده دستگیر شده که دقایق دیرتر در بندر مارسی به دست پلیس افتاد، فردی مذهبی، پرونده های دزدی و حمل اسلحه داشته، اما هنوز با اطمینان نمی شود قضاوت نهایی را در این باره انجام داد. فیلمی را که مشاهده می کنید تازه ترین تصاویر از شهر مارسی است که پلیس را در تلاش آخرین مراحل تحقیقات نشان می دهد. اما این حادثه شهر مارسی بود. پیشتر فرانسه در کلیسای نوتردام با حضور خانم ایدالگو شهردار پاریس و دیگر مقامداران و بشر دوستان مراسم نیایش و دعا برگزار کردند. در استان کاتالون در اسپانیا با اعلام عزاداری 3 روزه هنوز غم و افسردگی در این دو شهر حضور دارد. شناسایی و تحقیقات میگوید یوسف ابو یعقوب تروریستی بود که رانندگی در بارسلون را داشت. تا این لحظه در این دو حادثه 15 نفر جان باختند. آقای آلن مسرو نماینده مجلس با سابقه اطلاعاتی به روزنامه‌نگاران تلویزیون اعتراض کرد و گفت چرا از آوردن جمله مسلمانان افراطی ابا و وحشت دارید و فقط داعش را متهم می‌کنید و در نتیجه به اعتراض صحنه پخش مستقیم تلویزیون را ترک کرد. در اسپانیا همدردی ها و تأثر ادامه دارد. شعار نویسی جوانان از یک سو و یا که کودکان مسلمان با این شعار که اسلام همان صلح است. آن سوتر در آلمان باور دشوار، طرفداری و شعار برای رودولف هس بازوی راست هیتلر که دیروز 30 سال درگذشتش برگزار شد. به هر صورت هنوز بشر دوستی اکثریت دارد. اینجا در بارسلون مردم با رفتن به استادیوم فوتبال شهر میخواهند لحظاتی تحمل را تجربه کنند و بازگشت به زندگی را ممکن بدانند. Podemos vivir con miedo porque eso es exactamente la mentalidad que esta situación es. Je suis venu voir mes amis ce weekend pour aller voir le match parce que je pense qu'il faut continuer quoi. در جنوب فرانسه در زندان بومت یک زندانی نیمه معلول اما مجرم و محکوم به زندان دست به خودکشی زد و جان باخت. خانواده‌اش از دولت و همینطور از مسئولان زندان شکایت بردند. آقای اردوغان از ترک‌هایی که در آلمان امکان شرکت در انتخابات را دارند خواسته است به خانم مرکل رأی ندهند. این عکس کودک عراقی در کمپ دباغ توسط عکاس خبرگزاری فرانسه سفین حامد گرفته شده است و بالاخره گرمای تابستان است و برای لحظاتی سرما و گرمای سیاست را کنار بگذاریم و در سوریه آنجا که حقوق اولیه انسانی گم شده ای به دوام چند ساله را به جا گذاشته نشانه‌هایی از زندگی ببینیم. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای چه سفرها کرده ای